بیاید سرش بریده میشه و با مرگ میشه. After its emergence in 2002, the terrorist group Jundallah killed many innocent people through acts of terror such as kidnapping and bombing public places like mosques. The stated goal of the group was to defend the Baluchi minority who live in southeast Iran, but in reality, it killed many of them. For a long time, Jundallah enjoyed the backing of a number of regional and Western powers. On February 23, 2010, Abdolmalek Rigi, the group's kingpin, was arrested in an intricate undercover intelligence operation. This film brings you some of the group's terrorist activities and details of Rigi's arrest. Abdulhamid Rigi, the leader's brother and right-hand man, was arrested on June 15, 2008. He was behind many of the group's terrorist attacks. He will recount how they planned and carried out those attacks. منطقه تاسوکیه تو تاریخ 25/12/84 که توسط گروه که Abdolmalek, ما توی منطقه اینجا اومدیم. اون موقع هم شب بود، این منطقه رو ما خودم قبلا نیومده بودیم. دیگه از رابلتی که داشتیم ما رو به این حالت آورد که ما از اون بیابونه اومدیم بلاز به این حالت تا اینجا این ماشین رو تا اینجا همینجا بلاز ماشین رو پارک کردن. جایی که مالک با نشست با برابر نفرا اونجا نفرا رو جمع کرد نفرا اونجا صحبت کرد اونجا من خودم فیلم ازش از اونها گرفتم الله شما راضی بکنه اگر الله تعالی شما شما رضایتی نمزنی دومی چیزی اشین که اوتی نیه بیانست که یکی را فایده خود مالک یک تپه بود اونجا استاده بود با 5-6 نفر با محافظ خود شخصیش بودن سه گروه بودن یکی ماشینه که از سمت زاهدان می اومد جلو اونا رو می گرفت یک گروه هم که از ماشینه که از سمت زابون میاد جلو اونا رو می گرفتن یک دو نفر هم سر جاده واسطه بودن منطقه عملیاته روح سر بازرسی بودن که من خودم بودم با چند نفر دیگه جلو ماشینه رو نفر هم می گرفتن و نفره رو پیاده میکردن هدف شما امیر صاحب از این عملیات چیست؟ چیز اون اهل تشیع بود یعنی چیز نبود که اینکه یا دولتی باشه یا غیر دولتی اما اهل شیعه گفت هر کس پایین بیا هر کس لباس فارسی داشت بیان پایین به این حالت از اونجا که مورد این حدودی ماشینا رو همه رو جمع کرده بودن بعد مالک اون گفته بود به اون چند نفری اونجا بودن به اونا گفته بود که ماشینا رو شما آتیش بزنید آتیش زدن ماشینای دولت یاسر بعد ماشین آرتی زدن زمانی که ما خودمون اومدیم اون نفرها رو همه رو اونجا چسب زده بودن خوابونده بودن به
تمام خبیثایی که همه نفرها اونجا خوابوندن، یک سری اکبر از پولدار بودن، بعضی اونها رو برداشتن، چند نفری که از گفتن اینا شاید از دولتی هستن، اونها رو از دایرشون هم سوار ماشین کردن. یا شیرستان بند خود گوجه چست. بعد یک سری بی احترامی ما کردیم نسبت به اینا. بلند شو، بلند شو. نه نه، شو بشین. بلند شو، بلند شو. بلند شو خیرس. بلند شو که بلغه بلند میکنه، بلند شو. بعد از اینکه همه را خوابونده بودن، بعد دستور داد مالک برای شروع کنم به تیراندازی. ما به احساس این که این مسلمان نیست، ما میگفتیم آره این کافر است، این شیعه است، مسلمان نیست. روی حساب اونجوری باش برخورد میکردیم، لغت میزدیم، یکی میگفت آقا من مؤسل ما بشتیم، خودم لغت بشتیم، گفتم نه بابا. تو چی کاری؟ من مؤسلم. مؤسل چی؟ درس میخونم. نگاه کن. کجا شانه بارته شانه کجا با شانه کجا بیا اونجا بیا اینجا دستگیر فیلمو که بعدا نگاه کرده بودیم این شهید صادق که خواب بود که اونجا ما با لغت بهش میزد بی احترامی کردیم بهش. تمام شد. تمام اینا که ملاحظه میکنید شهید محمد شهبازی گروگان اونجا گرفته شد، جزو گروگان ها بود که بعدش هم مالک دستور شهید کردنش داد اونجا. این شهید احمد زاد شیخی بود، مدت اونجا نزد پایگاه گروه اونجا تو ماهیان نزد اونا بوده، تو کوهای ما بین افغانستان و پاکستان این منطقه است، اونجا بهش میگن ماهیان، اونجا به شهادت رسونده بودن. Prompted by Abdolmalek, Abdulhamid killed his wife Faiza in her sleep at their home in Quetta, Pakistan. Before that, Abdolmalek himself had beheaded Shahab, Faiza's only brother, on camera. Saudi news channel Al Arabiya broadcast a film of Shahab's murder. Abdolhamid meets his in-laws after being arrested. Baby, baby, Faiza, my baby. Faiza, my baby. Yele to mad. Yele to mad. Abdolmalek mad bud o rafti sarakish. Mage Faiza man hamin zendegish e bay to narikht. To chi to javab in bachet ma che juri bedin dotar. Dotar zir dast ki indakhti. Chera kardi? Gul Abdolmalek o khordi. Abdolmalek be in roz indakhti. یعنی بچه‌ها تو آواره و در به در کردی به خاطر عبدالمالک؟ اون عبدالمالک انشالله ریشه کم بشه. چرا می‌خوای بکشی؟ نامردا! فایزه همه هستیشو به پات گذاشت. من که دوستش داشتم، من بابام با هم خوب بودیم. چرا کشتش؟ من نمی‌دونم فایزه تیر بزنی. من نمی‌دونم فایزه منو بکش. کی مجبورش کرد؟ بچه‌ها ندیدم مادرشو. موقعی که فایزه رو کشتی بچه ها کجا بودن؟ من بگو ببینم بچه ها کجا بودن؟ بچه ها دشنه بود، نامش ندادی، نامر بچه ها رو کشتی، نامر عزیز مادر رو کشتی، نامر ای خدا. As a terrorist group, Jundallah had more than 25 cases of kidnapping for ransom in its criminal record. For a variety of reasons, the group killed many of its hostages. Some of them were from Turkey, Italy, and Japan. بعد زور به ما زنگ زدن سراغ بابامو گرفتن. گفتم نیامدن خونه. فقط این سرمایه‌دار شبیه هم بوده، خونه ماشین همون سوار شده بود، دم خونه اون رفته بود، بچه اون کنارش سوار بود برای دم خونه شون. که بعد ما پیگیر شدیم و اینا
بعد گفتن که بیان که بابا رو بردن گروگان. قرار بود رئیس همون کارخونه ای که شوهرم اونجا کار میکردن اون آقا رو ببرن که بعد تو مامورین هم درگیر شده بودن با این حال هم فرار کرده بودن رفته بودن. اون یک نفر دیگه بود که مدیر همون شرکت بود که قرار شد اونو ببرن که از این اشتباهی چون ما خودمون ندیده بودیمش. بعد از 24 ساعت آقایون زنگ زدن به موبایل من که برداشتن گفتن که پدرتون آقای کشمیری رو ما بردیم که بعد ما برداشتن گفتیم اون کشمیری نیست کاوه است کارمند زیر دستشه. گفتن شما باید 500 میلیون پول بدین اون. بعد ما گفتیم نداریم و دار ندارم و همین خونه است پولی هم نداریم که بعد تا لب مرز رسیده بودم اونجا و نفرایی که بودن با هم صحبت کردیم گفتیم همه آوردیم دیگه ببریم اشتیم نمیشه درگیرم شدیم دیگران شده اشتباهی دیگه پاکستان بودیم. اینا یه قدم به ما اطمینان داده بودن که گفته بودن که باباتون ما آزاد میکنیم و اینا فری که مسئول تبلیغاته اون به من گفت برات فلانی فلانی لذت که بعدا متوجه شدیم لذت توسط همه که ملا ظاهر نوتانی سوی شهید شده. من نمیدونم اینا به چه گناهی به چه گناهی واقعا وقتی دیدمش خیلی به نظر اصلا رقت انگیز اومد بیشتر از اونی که ازش کینه به دل داشته باشم دلم براش سوخت. تقریبا دو روز قبل از این جریان عملیات شروع به ساختن این جلیقه که اینجا هسته به اتفاق هم دیگه به حساب منم کمک میکردم و اون دو نفر خودشون درست میکردن این جلیقه رو. هر روز عبدالرؤوف میرفت داخل شهر از جای مختلف تو شهر به حساب با عبدالمالک تماس میگرفت و به حساب از اون کسب تکلیف میکرد که مثلا چیکار بکنیم چیکار نکنیم. من تقریبا همین زمانی که اینا این جلیقه رو درست کردم متوجه شدم که بسیار اینا عملیات انتحاری دارم مثلا میخواد که این عبدالخالق خودش رو منفجر بکنه. یادمه که قبل از نماز مغرب همین که اذان شروع شد رفتیم مسجد. نیم ساعت جلوتر از نماز اذان مغرب ما از منزل من حرکت کردیم با ماشین که من راننده بودم. ما زیر چلچراغ خیلی بزرگ بود از همونایی که حرم امام رضا داره زیر اون با من و داداش و بابام نشسته بودیم. سمت چپ کوچه اول همونجا من نگه داشتم تو ماشین بودم. عبدالرؤوف رفت سر کوچه منتظر شد. حاج آقا عباسی باب نماز شروع کرد.
بعد از این تقریبا یه 20 دقیقه بیشتر و کمتر گذشت بمب منفجر شد. هنوز که هنوز صداش تو گوشم. عبدالمالک تماس گرفت تلفنی، بهش گفت که مثلا عملیات انجام شده و اون بهش گفت مثلا شما دیگه اونجا کاری نداری و میتونی برگردی به مقر به هم کشور پاکستان. واسه هم افتخاره که جانباز حضرت فاطمه هیچ کی نصیبش نمیشه همچین چیزی. دیدیم یه نفر داره میاد، همجوری داره میاد و مشکوکم میاد. دم گیت رسید، دم گیت که رسید یه مکس کوچولو کن با چادر اومده بود، یعنی چادر پوشیده بود. در امو آن دیدم شهید گلدوی اومد و ایشونو تو بغل گرفت و کشون برد کنار. به مزی که دور کرد دیدم انفجار مهیبی شده. حرمت مسجد شکست، حرمت خون مسلمان ها ریخته شد، حرمت دین اسلام در سطح جهان بالاخره لکه‌دار شد و تنها کسانی که از این قضیه خوش شدن همون دشمنان بودن که بالاخره روی این قضیه یک خنده ای زدن و خوشحال شدن که ببین اینا را که با خودشون مشغول جنگ هستن و از ما غافل شدن. خب این یک تبعاتی اونجا بود در خود این قضیه، خون این انسان هایی که اونجا ریخته شد و طبیعتاً الان من اینو گناه میدونم و جرم میدونم و کار حرام میدونم و فکر میکنم که بالاخره باید به پیشگاه خدا و پیشگاه این خلق خدا که این مصیبت ها روشون اومده پاسخگو باشم. روز یکشنبه ساعت 8 بود، ما را هم دعوت کردن، ما رفتیم دیگه اونجا.
واستاده بودیم اونجا که دازه نیم ساعتی گذشت سردار اومد. آسر آن پشت سرش عرکت کردیم. محمد بشین باییم. صدایی رخ داد که اصلا جهنم شد اونجا. میگن خودش گفته من دارم آقا بلوچا رو میگیرم. واقعا اینجوری داره آقا ما رو میگیره؟ ما اصلا نمیخوایم آقا ما رو بگیره. ان شاءالله که خداوند خودش تخفیف میده برای تو، بخششی که از طرف ما باشه بخشش هم از جانب خداوند باشه. خدا عذاب اون کسانی رو زیاد کنه که شماها رو به این روز میندازه. خوشو بشین. خوشو بشین. خوشو بشین. نه بخشی بده. خدای منم به من شده. اون مادرم زهرا و ما میگذاریم. خدا همه تو بزنه. اونهایی که تا به اینجا رسوندن این عزیزای ما رو این طوری از این عالم میبرن، خداوند به حق خون گلوی حسین خودش انتقام از همه اونها بگیره. از خداوند میخوام که انشالله شما رو ببخشه، ما هم شما رو میبخشیم. فقط دعا کن صبر خاصی به این مادر. خودم نیستم. Security forces intercepted Abdolmalek Rigi's telephone calls and found out that he and his henchmen were moving from Quetta, Pakistan to Kandahar in Afghanistan. He was going there for the first round of fresh negotiations with the Americans on how to implement the agreements reached in Casablanca, Morocco. آقای ناصر بولدی با ما یکی میری فرستاد. ناصر خودش سخنگوی حزب مردم بلوچستانی که از احزاب سکولار قومیه. ایشون ایمیلی فرستاده بودن که یک گروه از افراد ناتو میخوان با شما ملاقات بکنن و
همکاری بکنن، صحبت بکنن. اگر شما میخواید ما میتونیم بین شما و گروه ناتو رابط بشیم. بعد از چند روزی با همین مضمون یک پیامی آقای یاسین اهوازی فرستاده بود. یاسین اهوازی یکی از اعضای حزب خلق عرب الاهوازه. به یاسین جواب مثبت دادن و گفتن که کجا قرار ملاقات ترتیب داده بشه. اونا نظرشون بر این بود که در کشور مغرب ملاقات بشه. من و یکی از دوستانم به نام سلمان عزیزی با ایشون رفتیم کراچی. بعد از اون دیگه برای ما ویزا فرستاد آقای یاسین و ما بلیط گرفتیم از شهر کراچی. زمانی که اونجا رسیدیم یاسین اهوازی اومده بود دنبال ما داخل فرودگاه. حرکت کردیم رفتیم داخل هتلی به نام هتل الحیات بود، اونجا مستقر شدیم. چند ساعتی بعد یاسین اهوازی اومد دنبال ما و گفت که باید بریم برای ملاقات و گفتگوها. یکی از خواسته های اساسی که مطرح کردن با دلایل و توضیحات این بود که شما عملیات های خودتون از بلوچستان یا تو منطقه های مرزی که انجام میدید بهتر اینه که این عملیات ها را به مرکز منتقل بدید. این هم به نفع ماست و هم به نفع شماست، چون که بالاخره تو منطقه‌ای که شما دارید عملیات انجام میدید تاثیرگذار بر حکومت نیست، نه بر اقتصادش تأثیری داره، نه بر کل چرخه نظام تأثیری داره و مؤثر زمانی میشه که شما این عملیات ها را به مرکز برسونید. اون زمان هست که دولت متوجه میشه قضایا. To give an idea of what lies ahead for the charts, I give you now a quick overview of the agenda. Jundallah's leader Abdolmalek Rigi has said that he has met with NATO representatives in Afghanistan and in Morocco. Can you confirm that this meeting or these meetings took place? Certainly not. I have no information that any NATO official met with anyone from that organization, let alone the leader of it. I had seen reports in the media that he had said that he had met with the NATO Secretary General. None of this is true. I don't even know what he said, but certainly the press reports are inaccurate. نظر بر این بود، نظر ما همه بر این بود که بالاخره ما دشمنمون یکیه، دشمن مشترک داریم، اهداف مشترک داریم. حالا میخواد ناتو باشه، اسرائیل باشه، هر کسی دیگه باشه، ولی چون که اهداف مشترک داریم و خواسته ایم که اونا از ما مطرح کردن، خواسته ای که با اون اهدافی که ما داریم هم همخوانی داره، بالاخره در تناقض نیست، لذا میتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم و اون برنامه‌ای که هست این برنامه رو جلو ببریم. 2 plus 2 is 4. Israel feels threatened by Iran. It said it would do anything to protect its country. Unlike the United States, the Mossad does not have a prohibition against assassination. Clearly, they want to be able to react to the Iranian threat in any manner they can, up to and including assassinations. So it's clear to me that one of the reasons that they wanted to recruit Jundallah was to carry out actions against the Iranian government on behalf of Israel. The man in charge of following and surveilling Rigi's team informs the intelligence headquarters that Rigi's convoy that included two SUVs and two motorbikes was approaching the Chaman border area that separates Pakistan from Afghanistan. Hey,
شوته دو ماشین یک موتور شوتم با کاوله دو ماشین دو موتور دبره دو موتور دو ها شوت As soon as the intelligence headquarters receives that tip-off, it tells the undercover agent to give an update on the group to the link. Rigi's convoy makes a stopover in the Afghanistan-Pakistan border area to rest and to have dinner. The undercover agent seizes the opportunity, writes his message down,
and makes it locatable. The convoy leaves the spot. The link arrives at the stopover and, using a locating device, finds the message. The link informs headquarters that the final destination is still Kandahar, that there hasn't been any change of plan, and that a security team will receive the target in Spin Boldak and take him to the American military base. Since the target was approaching the American military base, Central Command decides to continue the operation via electronic surveillance and rely less on the undercover agent. Headquarters plants another one of its elements in the caravanserai to hand over a GPS device and a traceable substance to the undercover agent. Yes,
Initial negotiations take place at the U.S. military base with Rigi in attendance. Following that, the Americans make the arrangements for Rigi and Hamza to fly from Kandahar to Kabul and then take the Dubai-bound Ariana Afghan flight number 401 on an Afghan passport and under his false name Khalid. From Dubai, they were to fly to Kyrgyzstan to meet with U.S. Assistant Secretary of National Security Richard Holbrooke at Manas Air Base in Bishkek. Kyrgyzstan Air Flight 454, good morning. Please land at Bandar Abbas Airport for not having the traffic license. The Kyrgyz pilot of flight number 454 ignores the warning from the control tower at Bandar Abbas Airport. He responds to the warning by saying that he has permission to use Iran's airspace. The aircraft with ID code Lima Yankee 454, you are flying in Air Corridor A419 at an altitude of 25,000 feet. There is a problem with your flight. You have to land at Bandar Abbas International Airport. According to international aviation laws, you have to land at Bandar Abbas International Airport. Kyrgyzstan Air Flight 454, use runway number 1 for landing. Frequent climb at least 182 Eventually, the plane carrying Abdolmalek Rigi is forced to land at Bandar Abbas Airport. It touches down at 2:45 a.m. on February 23, 2010. Thank you.
صدای دو فروند هواپیمای F4 که از تو فرودگاه پرواز کردن از خواب بیدار شدم. 6:30 صبح بود، با بنده تماس گرفتن که موردی رخ داده که نیاز هست شما یه با خلبانش یه صحبتی رو داشته باشید. پای پرواز که رسیدم دیدم هواپیما شدیداً محاصره کردن. یه آقایی رو از هواپیما آورده بودن بیرون و زیر هواپیما بود. با خلبان صحبت کردیم، گفتیم خب به دلیل اینکه خب مسافر الان نزدیک 4 ساعت هست اینا خب توی پرواز نشستن، ما آمادگی اینو داریم که اینا رو بیاریم داخل فرودگاه و ازشون پذیرایی به عمل بیاد. حدوداً بعد از 7 ساعت توقف در ساعت 10:15 فرودگاه بندرعباس رو به مقصد بیشکک ترک کرد. على صعيد آخر، نفت واشنطن الاتهامات الإيرانية بأن عبد الملك ريجي زعيم جماعة جندالله. اعتقال زعيم جندالله عبد الملك ريجي تضاربت حوله. عبد الملك ريجي رهبر گروه جندالله دستگیر شد. تهران says عبد الملك ريجي had been at an event. کیس عبد الملك ريجي کیسی بود که هیچ کشور دیگری در منطقه از ناحیه اون احساس خطر نمی‌کرد که بیاد دست به دست جمهوری اسلامی بده و بیاد به صورت یک کیس مشترک کار بکنه یا اطلاعاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران بذاره یا مثلا راهکارهایی رو بیاد ارائه بکنه. هیچ کدوم اینا نبود. در این زمین جمهوری اسلامی ایران تنها بود و یقینا اگر سرویس های دیگه به برنامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده بود که این عنصر ناامنی رو به دام بندازه و او رو شکار بکنه، قطعا اونها نقش منفی بازی میکردن و نمیگذاشتن که این پروژه اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با موفقیت همراه بشه. هم سرویس های کشورهای دوست هم سرویس های رقیب و متخاصم و دشمن همه از آن دارند که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران یعنی وزارت اطلاعات یکی از قوی ترین دستگاه های اطلاعاتی نه در خاورمیانه، نه در غرب آسیا، نه در آسیا، بلکه یکی از قوی ترین دستگاه های اطلاعاتی در سطح جهان و در میان سایر دستگاه اطلاعاتی است.